تو این کارو کردی؟ یادم نمیاد تو زندگی اینقدر خوششانس باشم. حال روز آسانسور ما رو ببین، خیلی قشنگ شده. یادت ازت پرسیده بودم که کی میخوای به من توجه کنی؟ حالا جوابمو گرفتم. من و تو به هم میاییم، منی که به معجزه اعتقاد نداشتم و توی که هیچ وقت بی خیال من نشد. هیچ وقت. آره. الان فقط یه چیز کمه. تو آخر عمرم عاشقت خواهم بود ایلول اردم. زود باش دیگه آلب. اسمای عزیزم، ببین خوشت میاد یا نه. دا 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 دا. زندگی به هم یاد داد که معجزه ها رو باور کنم. منم این دفعه تصمیم گرفتم برای این که به معجزم برسم تغییر کنم و فکر کنم این دفعه موفق شدم. اسما سب کن، چرا نمیذاری برای توضیح بده؟ لازم نیست توضیح بدی عشقم. مردم برای عشقشون چه کارایی میکنن؟ بلب و باد کنک و این چیزا. اون وقت تو اسما اینجوری، اسما اینجوری نیستش. تو علاوه بر این که این کارو نمیکنی، تازه منو میبری تا عشق ورزیدن مردمو نگاه کنه. خدایی دارم دیوونه میشم، به خدا دارم دیوونه میشم. آخه با کسی که تازه عمل مخفی کرده اینطوری میکنه؟ باز رسیدیم سر خونه اول. از اتاق عمل اومدم همه چی رو یادم رفته. بیگ 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 بک 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 دیگه چی؟ منو ببین، اگه اسم من اسماس به ایلول میگم که کل مغزمو عوض کنه. اون وقت میشینی صبح تا شب گریه میکنی که اسما به من میگه صمد. ببخشید بچه، داداشتون منو دیوونه کرد. خب جداشین. متاسفانه نمیشه. چرا؟ ما نمیتونیم از هم جداشیم. نفهمیدم. به هم دیگه چسبیدیم. چی؟ رسیدیم. تو هم بیا. نه من دیگه برم، دیر شده. میرم یکم استراحت کنم. باشه یه وقت دیگه. باش، خودت میدونی. یه وقت دیگه. فردا میبینم. همین؟ چی همین؟ یعنی اصرار نمی کنی بیام؟ گفتم بیا، گفتی یه وقت دیگه، منم احترام گذاشتم. آره خب، چون من هر وقت گفتم نمیخوام تو هم زودی راضی شدی. تو عوض شدی، قبلا اینجوری نبودی. منظورم یه ساعت پیشه. مردا همشون همینجوری هن مگه نه؟ تا انگشتر دستشون میکنن سری عوض میشن. ایلول، اینجا خونه تو هم هست، نیازی به پیشنهادم نیست، چه برسه اصرار کنم. من اینجوری عادت کردم. اشکالی نداره،
اشکالی نداره، من تو رو با تمام عادتهای بدت دوست دارم. قهوه خوشمزه داری؟ توجه مو جلب کرد. اینجوری میگی؟ چیز دیگه ای هم میخوای؟ انگار یکم گرسنم شد، بد نیست. دیگه؟ دیگه؟ ایلول خانوم میای یا نه؟ باشه، حالا که خیلی اصرار میکنی میام. خوبه. حالا جداشو ببینم میتونی؟ تو دیوونه ای دیوونه، برای همین میخواستم ازت جدا بشم. دیوونه که دیوونم. آره تو دیوونم کردی، تو لیاقتت بیشتر از منه، مشکل از تو نیست از منه، جدا نمیشم. مگه زوره؟ میگه مگه زوره، دارم دیوونه میشم. آقا تو رو خدا من از دست این دختر نجات بده. دقیقا چطوری این اتفاق افتاد؟ با چسب ژاپنی اتفاق افتاد. خریدیم و رو دستم زدم، چسبید، خیلی آسون بود. آفرین، 40 سالم فکر میکردم به ذهنم نمیرسید. آفرین، خیلی باهوش. شوخی میکنی دیگه؟ نه کاملا جدیم. خب شکر داداشم، تو چطوری اجازه دادی این اتفاق بیفته؟ دختره میگه چسب ژاپنی زدم. مگه از من پرسید؟ به زور خودشو چسبوند، منو گول زد. همین کارو کردم. گفتم بیا از هم جدا بشیم، با هم دوست بمونیم. رفتیم سینما، فیلمم اکشن و پرهیجان بود. تو تاریکی کار خودشو کرده بود. تو سینما برای این که ازم دور باشه کم بوده بود بغلشو بغل کنه. هی میگفت نه هیچ دلیلی نداره دست همدیگر رو بگیریم. خوب شد زود باش دستتو جدا کن ببینم. تو رو خدا یه راهی پیدا کنی منو نجات بدین. شکر داداشم من یه چیزی بهت بگم، خدا بهت صبر بده، اما من تلاش میکنم و یه راهی پیدا میکنم. میبینی دیگه نه، مردم برای این که از عشقشون جدا نشن چه کارایی که نمیکنن. داری رو سر من خراب میکنی اسما، داری به اینایی که با چسب ژاپنی به هم چسبیدن حسادت میکنی. ببین منو تو با این وضعیتت چرا اینجا وایسادی؟ برو تو اتاقت استراحت کن، بعد میان به خاطر تو منو دعوا میکنن. زود باش داداشم، زود باش ببینم، زود. عجبا. هی کجا میری؟ میخوام برم دستشویی. به هیچ وجه. نمیتونی با یه دختر بری توالت. خیلی زشته. نشینده میگیرم. من خودم یه کاریش میکنم، نگران نباش. خب. همینجا منتظر باش. یعنی میخوای این کارو بکنی؟ ببین برای اولین بار این کارو میکنم، مسخرم نکنی. باشه، تو خودتو بسپار به من، نگران نباش. زود باش بریم. الان باید چی کار کنم؟ در حالت عادی با پول کار میکنه، اما برای تو رایگانه. اینو بزنم؟ آره. بذار اعتراف کنم، خریدن اینو گذاشتنش وسط سالن پذیرایی تخصص علی آصفه. واقعا؟ به نظر من این ماشین مثل جراحی کردن میمونه، بهمون یاد میده وقتی تحت فشار هستیم هم نباید دستمون بلرزه. هرچی میریم جلوتر جذابتر میشه. چون من خودم جذابم. از همین الان بگم از یه عمل خیلی سخت اومدم بیرون، خیلی خستم. تو این حالتم اگه بتونی منو ببری میفهمم کارت درسته. باشه تو همینطوری علکی برای خودت حرف بزن، بهونه برای باختت پیدا کن. یه عملو 10 ساعت کشش دادی، حالا گریه نکن. گریه نکن؟ خیلی خب باشه، زود باش، کمتر حرف بزن بیشتر کار کن. ببین ها چی شد؟ بذار با هم بازی کنیم، گروهی کار کنیم. میدونم از پسش بر میاد. وایسا علی، وایسا دخالت نکن، با هم انجامش میدی مثل تو اتاقم. اما این دفعه دیگه شکست میخوری. حالا ببینیم، این آبی رو برام بگیر. میشه اینو بگیرم؟ نه آبی رو میخوام. میخوای چی کارش کنی؟ میخوای بذاری بالا سرت؟ اون چیزی که میخوام بذارم بالا سرم مشخصه، اینم میذارم کنارش. زود باش دیگه. نه
علی وایس دیگه، داری چی کار میکنی؟ ببین من اصلا بازی نمیکنم. جدی؟ با هم بازی نمیکنی؟ با هم قهر کردی؟ انقدر بانمک میخندی که نتونستم طاقت بیارم بوسیدمت. چی کار کنم؟ بازم بخندی باز میبوسمت. Çıkmadın, aklımdan düğmen Yüzünü, gözümün ucunda Kendini, bir duvar gibi Öldüm karşıma وای خیلی خوشگل شده، حداقل 200 لایک میخوره، دست دکتر علی آصف درد نکنه. خیلی رمانتیکه، دکتر علی آصف سنگ تموم گذاشت، همچین مردی سخت گیر یه دونه است، اونم مال دکتر ایلوله، خدا جداشون نکنه، خیلی به هم. چه جدا شدنی؟ مگه آدم یه مرد مثل دکتر علی آصف داشته باشه ازش جدا میشه؟ باید دیوونه باشه. اما دکتر ایلول هم یه دونه است. آره اونم هست. پس اینطور برای ایلول این کارو کردی؟ دوله شده در استدیو جم. پس برای همینه که جواب هیچ کدوم از تماسای منو نمیدی. خیلی رومانتیکه، واقعا رومانتیکه، خیلی زیاد. بفرما، تحویل بگیر، تحویل بگیر، خوشبخت بشی. اگه جر نمیزدی من همه ی اسباب بازی ها رو میبردم علی آصف خان. تو قهوت شیر بریزم؟ علی؟ چه روی داری به من زنگ میزنی؟ ایپک نمیخواد صدا تو بشنوه، منم که کلن تحملتو ندارم. خیلی خیلی میترسم، تو رو خدا نجاتم بده. خواهش. چی شده؟ باز چی کار کردی؟ در رو باز کن. من کاری نکردم بابا، دیوونه شده. در رو باز کن. در رو باز کن. باز کن در رو. بابا هم شما باز دارین چی کار میکنین؟ چی شده؟ ایلون بودو خودتو برسون، بابات میخواد منو بکشه، مشروب خورده مسته، اون الان منو میکشه، به خدا میکشه، بیا نجاتم بده ایلون. این در رو باز کن، زندگیمو نابود کردی عوضی. این در رو باز کن، بازش کن، این در رو باز کن، اگه دستم بهت برسه نسیم به خدا میکشمت. این در رو باز کن، این در رو باز کن، این در رو باز کن. الان میام، الان میام. چقدر خوبه؟ دقیقاً دکتر. یه چیز فوق‌العاده که انسان نمیتونه هیچ وقت کشفش کنه. آره،
اما وقتی گفتی کاری جالب تری انجام بدیم، من فکر نمی کردم بیایم آزمایشگاه این کار رو. ایپک، اینجا همیشه خلوت نیست، حالا که خلوته قدرشو بدون، قدرشو بدون ایپک. فوق‌العاده است، اما خیلی هم راحت میشه برشش داد. میبینی؟ دقت کن وقتی چیزی رو حس میکنی یه هایی تغییر شکل میده. چندش؟ چندش؟ این چندشی که تو میگی به تو شخصیت داده، یعنی تو اینی ایپک. من اینم؟ این مغز بوز استاد؟ نه جونم، اینطوری ها که میگی نیست. در ضمن همینو تو هم داری، یعنی هیچ فرقی با مال تو نداری ایپک. یه واقعیتی رو بهت بگم؟ آره بگو. بیا نزدیک. وقتی مغز فرمان نده نمیدونی چی کار کنی. الان وسط آزمایشگاه، بالا میارم. کافیه دیگه بس. آی سبا بینم چه بالا آوردنی، میخوایم از اینجا بریم کله پاچه بخوریم. آره. خوش اومدین. همین هم بچه؟ بله دکتر. خب قبل از اینکه بریم سراغ مغز انسان، باید با مغز یه بز کارمونو شروع کنیم. اعتراضی که وارد نیست هست؟ بله آبجی جونم. ایپک بابا این دفعه واقعا قاتل میشه. زود باش بیا مغازه، زود باش. داری چی میگی آبجی؟ من دارم میرم، تو راهم، تو هم زودی بیا. خب ایپک، ایپک یه لحظه. بچه ها این اصلا درد نداره، نگران نباشید. فقط وقتی دارم پوستتون رو از هم جدا میکنم یکم درد داره، اونم طبیعیه دیگه. البته درد جدایی بیشتر تو رو اذیت میکنه، اما کاریش نمیشه کرد. داری شوخی میکنی؟ از ترس جدایی به غیر از درد به چیز دیگه ای فکر نمی کنه. بیکن تمومش کن داداش، به درد و این چیزا فکر نکن، فقط ما رو جدا کن، از هر جا میشه جداش کن. این فقط یه جدایی فرمالیته است، خیلی هم خوشحال نباش عزیزم. ای خدای من، چند دقیقه دیگه تموم میشه، مگه نه داداش؟ تمومش کن بره. جوون تو یکم آروم باش، صبر کن، من ردیفش میکنم. با چسب ژاپنی خودتون رو چسبوندین به هم، اون وقت اومدی میگی دکتر نجاتم بده، نجاتم بده. باشه نجاتت میدم، اما نمیدونم چطوری نجات بدم که. صمد چیزی شده؟ دکتر سلیم شما رو خدا فرستاد برای من، شما همینجا منتظر باشین من الان میام. دکتر سلیم، این بچه‌ها با چسب ژاپنی خودشونو چسبوندن به هم دیگه. من هر راهی رو امتحان کردم که جداشون کنم، اما کاری نتونستم بکنم. اسیتون زدم، الکل زدم، هر کاری که بگی کردم ولی نشد. اما نمیتونم جداشون کنم دکتر، خواهش میکنم یه راه حلی بهم بگین لطفاً. خب به نظرم بذار همینطوری بمونن. یعنی چی بمونن دکتر؟ مگه میشه؟ صمد ببین، آدم ها وقتی عاشق میشن یکم دیوونه میشن. این جوان ها معلومه یکم دیوونه شدن. تو فعلا کاریشون نداشته باش، بعدش به خانواده هاشون خبر بده. باشه ولم کن، ولم کن، ولم کن دیگه، ولم کن. من با اینا چی کار کنم؟ بابا چی کار کردی؟ نسرین کجاست؟ دخترم منو ببخش. کار بدی که نکردی بابا. منو ببخش دخترم، منو ببخش که اینقدر ناراحتت کردم. من باهات خیلی بدرفتاری کردم دخترم. اشکال نداره، گریه کن، بذار دستتو ببندم. من حواسم به بچه هم نبود، مراقبشون نبودم. ایلول خوب شد که اومدی،
اگه نمی اومدی یا به پلیس زنگ می زدم، اما نتونستم. بازم دلم نیومد. نفرین جون دلم، پاشو زود باش، پاشو عزیزم. نفرین زود باش، ولم کن. ول نمی کنم، زمین عین یخه، الان مریض میشی. چطور این کارو با من کردی؟ کم دوست داشتم؟ چی خواستی من نکردم؟ چطور این کارو با من کردی؟ چطور این کارو با من کردی؟ نکن وداتم، همش دروغه، به خدا دروغه. مگه میشه من همچین کاری کرده باشم؟ تو اصلا نشناختی. دروغای اون ابراهیم عوضی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. نکردی؟ نه تو همچین کاری نکردی. به خدا نکردم. این یعنی چی الان؟ ایپک دخترم، دخترم به من نزدیک نشو. یعنی الان یه خانواده خوشبخت شدی؟ خدا ازتون نگذره. ایپک وایسا. ایپک نمیخوام وایسم. من به خاطر کارهای کثیف اونا داشتم میمردم، اما اونا دارن همدیگر رو بغل میکنن. بشنو تو هم بشنو بابا. دوست پسر زنت بابا جونم، یعنی ابراهیم، اون از مادرم با وجدان تره. ایپک این چه حرفیه که میزنی؟ یعنی چه حرفیه؟ مگه دوست پسرت نیست؟ دخترم اگه اون گزارش نمیداد من الان مرده بودم. دخترت مرده بود. دخترم ما داشتیم دیوونه میشدیم که یه وقت بلایی سر نگیم. آره من بهم نگو دخترم، چون اصلا بهت نمیاد. چطور اینا رو قبول کردی ها؟ آخه مگه تو بدبختی؟ دختر ولم کن. آدمی که اینا رو قبول کنه نمیتونه بابای من باشه. این چه حرفیه؟ برم کن، گفتم به من دست نزن. شما نمیتونین خانواده من باشی. از هر دوتون متنفرم. دیگه به من زنگ نزنین هیچ وقت. ایپک وایسا، ایپک یه چیزی بگو، بدون این که حرفمو گوش کنه داره میره. بذار بره، اینجا نمونه. ای خدا، من چیزی ندارم که بهتون بگم. هر دوتاتون لایق هم دیگه این. هر کاری دوست داریم بکنین. ایپک خانواده‌شون اومدن. دکتر خیلی دلم برای این دختر سوخت، التماس کرد که به خانواده‌ام خبر ندی. اما نگران میشم. دکتر شما اصلا نگران نباشین، اونم ردیف کردن، یعنی طرف به همه جوانبش فکر کرده. خانواده‌اش فکر میکنن تا صبح خونه مروه ایناست داره درس میخونه. همون مروه کلاسیک خودمون. دقیقا دکتر، جوونیه دیگه. و عشق. همشون الان از من خیلی دورن. آب صابون بزن. چی دکتر؟ به آب صابون یک کم استون اضافه کن، چسبندگی رو باز میکنه. خیلی ممنون دکتر، دستتون درد نکنه. بله سینان خان. برای فردا آماده ای؟ به خاطر این زنگ زدیم. مگه مهمتر از اینم چیزی هست؟ باور میکنی خوابم نمیبره؟ همش دارم فکر میکنم. آره آمادم. باشه میبینمت.
پس نمایش شروع شد. آدم ها میان بیمارستان که دردشون رو درمان کنن. شرایط سختی دارن و باور دارن دکترا یعنی ما هر چیزی رو میتونیم حل کنیم و برای همین یه دکتر تنها امید بیمارشه. راستش باید بهشون حق بدیم. از بچگی عاشق دوربینا بودی؟ واقعا؟ اصلا یادم نمیاد. همینطوره. مادرت میگفت بازیگر میشه چون خیلی استعداد داره، اما من نذاشتم. کاش به حرف مادرت گوش میدادم. بابا جون، دوربینا برای درست کردن ظاهر بیمارستانه. اسم بیمارستانمون بد در رفته و من میخوام اینو تمیز کنم. اگه اشتباه نکنم آخرین بار این دوربینا به خاطر بازی که تو برای ایلول راه انداخته بودی اومدن اینجا. خب یعنی اینکه مراقب باش این بارم تو ضرر نکنی. میبینیم کی ضرر میکنه بابا. حتما الان میپرسیم تو این شلوغی این دوربینا اینجا چی کار میکنن. میخوایم که ما رو درک کنین، میخوایم که خودتون شاهد همه چی باشین، چیزایی که ما میبینیم و شما هم ببینید، چیزایی که هر روز ما اینجا تجربه میکنیم و با ما تجربه دکتر کنیم. سلیم میشه اینجا رو امضا کنین؟ ممنون دکتر. دستم. اینم نقطه مشترک ماست. بعضی وقتا مایه امید میشیم، بعضی وقتا هم خودمون احتیاج به امید داریم. یعنی خلاصه این که ما هم مریض میشیم چون همه فکر میکنن ما خداییم. ما هم یه انسانیم، اما هر اتفاقی هم برامون بیفته و هر مشکلی هم داشته باشیم، وقتی صدای آمبولانس رو میشنویم همه‌شون رو رها میکنیم و به دیگران کمک میکنیم. بیمار وضعیتش چیه؟ تصادف کرده، 35 سالشه، تو قفسه سینه‌اش مشکل داره. سعی کردین گردنش رو ثابت کنیم. زود باشیم ببریمش داخل. نفسش رو کنترل کنید، فشارش هم همینطور. بیمار چند ساعت اینجوریه؟ 4. 4 دقیقه است که علائم هوشیاریش پایینه. باید توموگرافی هم بشه. اگه تا 2 دقیقه دیگه نفس نکشه بیمار رو از دست میدیم. باید عجله کنیم. نمیتونم وارد بشم. چند دقیقه شد؟ 5. بهتر نیست گلوشو سوراخ کنی؟ خوبه. پنبه رو بده. بیستوری. دوستان، از الان به بعد دوربینا روشن نباشه بهتره. میشه لطفاً خاموشش کنی؟ چطوری؟ چرا دیر اومدی؟ نفهمیدم. نازلی گفتی داری میری صبحونه بخوری، تا الان کجا بودی؟ رفتم هوا بخورم عزیزم. آها، رفتی هوا بخوری. چون من اینجا نمیذارم نفس بکشی. آره؟ نه جان، فقط خواستم یکم از فضای بیمارستان دور بشم. مگه چیه؟ یکم هم خوشگل بشی، موهاتم درست کنی. ها، از کجا در اومد؟ با یکی قرار دارم، خواستم یکم به خودم برسم. آها، پس قرار داری. خیر باشه. با کی؟ ملاقات کاری دارم، بعدن در موردش حرف میزنی. چرا بعدن عزیزم؟ همونطور که میبینی خیلی وقت خالی دارم. چرا الان نه؟ در ضمن به خاطر که اینقدر زحمت کشیدی؟ منظورت چی؟ یعنی به خاطر علی آصف که نیست، به خاطر اون خوشگل نکردی؟ واقعا که تو مشکل تومور نداشتی، تو مشکل مغزی داری. کاش که میتونستیم اونم درمون کنی. ببخشید کوچولو، یکم دیر کردم. من داشتم واسه داداش صمد یه چیزی رو تعریف میکردم. بخواب ببینم، بذار یه نگاهی بهت بندازم. خب باورتون میشه؟ یه نفر یه تفنگ مکانیزمش خراب بود و میخره، تعمیرش میکنه، شلیک میکنه، با شلیک کردن به سربازای انگلیسی مسیر جنگو عوض میکنه. محکم وایسین، میخوام وزن گلوله رو بگم، 215 کیلو. جدی میگی؟ آره.
آخه چطور ممکنه؟ مگه دکتر نیستی؟ شما بگین چطوری بلندش کرده؟ چطوری؟ من بعداً بهت توضیح میدم باشه. من خودم میرم چناکاله رو میبینم، محل حادثه و توپو بررسی میکنم. اینکه چرا آتاتورک گفته نباید از چناکاله رد شدم بررسیش میکنم. آفرین به تو. بزن قدش. وقتی کارم اینجا تموم شد با مادرم میرم. بهم قول داد. دوبله شده در استدیو جی. تا حالا 8 دکتر معاینش کردن. هر 8 هم گفتن نمیشه تومور رو جراحی کرد. کنجکاوم نظر تو رو هم بدونم. نظر چیه؟ معلومه چرا اینطوری گفتن. ببین تومور خیلی پیچیده‌ای داره، میبینی؟ آره. خیلی به مرکز تنفسش نزدیکه. بیمار بچه‌م هست. متاسفانه. برای همین هر نظری برامون مهمه. خواستم ایلونم معاینش کنه. یه فضای بزرگ بین مخچه و گردن ایجاد کرده. خب خیلی ریسکش بالاست. ریسک فلج شدن زیر گردن حتی اگه تومور رو در بیاریم خیلی بالاست. ممکنه تا آخر عمرش دستگاه تنفسی لازم داشته باشه. به احتمال زیاد. و پسرم ریسک مرگم داره. اینطوری نگام نکنی. شما حتی اگه این عمل رو انجام ندین پسر من تا 3 دیگه میمیره، میفهمی؟ بفرمایید لطفا. آقای دکتر، من تو خبرها خوندم که شما یه عمل غیر ممکن شبیه به اینو انجام دادی. من چاره جز شما ندارم. به پسرم کمک میکنین؟ به خاطر تو خیلی ناراحت شدم. تو چه آدم بدشانسی هستی آلم. چرا اون وقت؟ اونایی که دیشب اومدن رو یادته؟ یکم پیش داشتیم یه موردی رو معاینه میکردیم، بعد از عمری کلی فیلم بردار اومدن تو بیمارستان و فیلم گرفتن، اون وقت آلپ ما رو تخت خوابیده. آره واقعا. میدونی منم چقدر ناراحت شدم سمت جون؟ انگار جز اون هیچ مشکلی دیگه ای نداره. من چطوری نرفتم جلوی اون همه دور؟ البته که ناراحت میشی، اما یه موضوع دیگه هم هست که تو باید برای اون ناراحت بشی. تو بهتر برای اون ناراحت بشی. بگو ببینم سمت چون دیگه چه مشکلی هست؟ بگو. تو خونه نداری. تو رسما خونه نداری. فردا تو رو مرخص کنن جایی برای خوابیدن نداری. تو رسما بی خانمانی. بی خانمان. قیافاشو ببین. داداش من ناخواسته کاری باهات کردم؟ چرا همش داری منو میکوبونی؟ رفتی به دختر مردم پیشنهاد ازدواج دادی. دختره کجا میخواد بمونه؟ بگو ببینم. دختره کجا میخواد بمونه؟ بگو دیگه. نپرس. این کارام کردم. آره. در ضمن منم شریک گناهات کردی. گفتم میمیرم، برام این زود تصمیم گرفتم، نمیدونستم زنده میمونم. یه کاری کردم دیگه. دختر بیچاره‌ام وارد این موضوع کردم. گرچه اسم و ارزشش رو داره، میدونی. بهتر از این میدونی چیه داداش؟ فردا باید برم خواستگاری، نه بزرگتری دارم نه چیزی. من چرا باید خانواده تشکیل بدم صمد؟ من چیکار دارم میکنم؟ اینطوری نگو. اینطوری نگو، منو ناراحت نکن. عجبا. یه جوری حلش میکنی. یه کاریش میکنی. ببینا، یکی جلوی منو باید بگیره. نمیتونم خودم رو کنترل کنم. هر جا آلب مشکلی داشته باشه سمادم اونجاست. همه شریک جرم میشن. کافیه دیگه. ایلون. بله دکتر ایلون. الان میام. دکتر ایلون بود، من رفتم. تو استراحت کن. فعلا هم به موضوع خواستگاری فکر نکن. بدون خبر منم کاری نکن. از جا تکون نخور. فقط بخواب. باشه؟ باشه، تکون نمیخورم، نگران نباش. خب دیگه، من رفتم. کله سفید. ساندویچمو یادم رفت، تو اصلا خبر نمیدی آلب. میخوای؟ نمیخوام. فعلا. به خاطر تو خیلی ناراحت شدم. تو چه آدم بدشانسی هستی آلب. چرا اون وقت؟ اونایی که دیشب اومدن رو یادته؟ یکم پیش داشتیم یه موردی رو معاینه میکردیم، بعد از عمری کلی فیلم بردار اومدن تو بیمارستان و فیلم گرفتن، اون وقت آلب ما رو تخت خوابیده. آره واقعا. میدونی منم چقدر ناراحت شدم سمت جون؟ انگار جز اون هیچ مشکلی دیگه ای نداره. من چطوری نرفتم جلوی اون همه دور؟ البته که ناراحت میشی.
اما یه موضوع دیگه هم هست که تو باید برای اون ناراحت بشی. تو بهتر برای اون ناراحت بشی. بگو ببینم سمت چون دیگه چه مشکلی هست؟ بگو. تو خونه نداری. تو رسما خونه نداری. فردا تو رو مرخص کنن جایی برای خوابیدن نداری. تو رسما بی خانمانی. بی خانمان. قیافاشو ببین. داداش من ناخواسته کاری باهات کردم. چرا همش داری منو میکوبونی؟ رفتی به دختر مردم پیشنهاد ازدواج دادی. دختره کجا میخواد بمونه؟ بگو ببینم. دختره کجا میخواد بمونه؟ بگو دیگه. نپرس. این کارم کردم. آره. در ضمن منم شریک گناهات کردی. گفتم میمیرم، برام این زود تصمیم گرفتم. نمیدونستم زنده میمونم. یه کاری کردم دیگه. دختره بیچاره رو وارد این موضوع کردم. گرچه اسم و ارزشش رو داره، میدونی؟ بهتر از این میدونی چیه داداش؟ فردا باید برم خواستگاری، نه بزرگتری دارم نه چیزی. من چرا باید خانواده تشکیل بدم سمت؟ من چیکار دارم میکنم؟ اینطوری نگو، اینطوری نگو، منو ناراحت نکن. عجبا، یه جوری حلش میکنی، یه کاریش میکنی. ببینا، یکی جلوی منو باید بگیره. نمیتونم خودمو کنترل کنم. هر جا آلب مشکلی داشته باشه سمدم اونجاست. همه شریک جرم میشن. کافیه دیگه. ایلول. بله دکتر ایلول. الان میام. دکتر ایلول بود، من رفتم. تو استراحت کن. فعلا هم به موضوع خواستگاری فکر نکن. بدون خبر منم کاری نکن. از جا تکون نخور. فقط بخواب. باشه؟ باشه، تکون نمیخورم، نگران نباش. خب دیگه، من رفتم. کله سفید. ساندویچمو یادم رفت. تو اصلا خبر نمیدی؟ آلب. میخوای؟ نمیخوام. فعلا. سیگان خانوم، ببینین درصد موفقیت تو این عمل خیلی پایینه. خیلی ریسکش بالاست. کریم خیلی کوچیکه. ممکنه نتونه اینو تحمل کنه. حتی اگه تومور رو در بیاریم ممکنه از گردن به پایین فلج بشه. ممکنه یه عمر به دستگاه تنفسی متصل بمونه. اشکال نداره. حتی اگه یه درصدم باشه باز من راضیم. ببینین سعی میکنم درکتون کنم، اما شما هم نه، نمیتونین درک کنین دکتر. میگن هر کی تجربه کنه میفهمه. باور کنین خیلی خوب میدونم این یعنی چی. ببینین ما شما رو خیلی خوب درک میکنیم. منظور آقای دکتر اینه که باید برای همه احتمالاتی که بعد از عمل جراحی ممکنه رخ بده خودتون رو حاضر کنین. من برای همه چی حاضر هستم. باور کنین که حاضرم. باشه، حالا که آماده این، حالا که انقدر میخواین، پس این عملو انجام میدیم. خیلی ممنونم، واقعا خیلی ممنونم. چیزی که من میخواستم بشنوم و باور کنم همین بود، اینکه قبول کنی. باشه، پس بریم به پسرتون خبر بدیم. فقط آقای دکتر، پسرم در مورد تومور چیزی نمیدونه. یعنی نتونستم بهش بگم. هنوز خیلی بچه است. معنی نداره که بفهمه یه ماهی دیگه قراره بمیره. لطفا نفهمه. پس کریم فکر میکنه چرا اینجاست؟ گفتم کمرش باید معاینه بشه. خب اینجا روی این سقف اتفاقای خیلی تلخی افتاد که هممون دوست داریم فراموشش کنیم. تلفات دادیم. من دخترمو از دست دادم. اونم دکتر بود و هیچ گناهی نداشت. فقط با تمام وجود تلاش کرد تا بچه های زخمی رو نجات بده. بعضی وقتا مجبور میشیم به بیمارا خبرای بد بدیم. این که بیماری سختی دارن و این که ممکنه بمیرن و حتی این که زمان مرگشون رو بهشون بگیم. اون روز منم برای اولین بار تو زندگیم فهمیدم که
شنیدن این چقدر میتونه تلخ باشه. اما زندگی ادامه داره و ما برمیگردیم سر کارمون، چون آدمای زیادی هستن که باید جونشون رو نجات بدیم. دقیقاً مثل جراحی 13 ساعته‌ای که دکتر علی آصف دیشب تو بیمارستانمون انجام داد. یکم هم از چیزای خوب حرف بزنیم. بیمار دکتر علی آصف با یه تومور خیلی بدخیم به بیمارستانمون اومد. پس جواب آدرنالینه. باید حدس می‌زدم. خیلی منطقیه. چه کتاب خوبیه. پس تو هم تاریخ خیلی دوست داری. باور کنین خیلی بیشتر از دوست داشتنه. خیلی خوب، الان یکم درس تاریخو بذاریم کنار. اما دکترش میخواد کنترلش کنه. باشه باشه. خیلی خوب. درد داری؟ یکم. اینجا؟ یکم درد داره. ببینم اینجا چطور؟ اینجا. اینجا ماره؟ باشه. راستش بیشتر میدونه جنگ برام جالبه. این از بابام به ارث بردم. آره ماما، همسرم وقتی کریم 2 سالش بود فوت کرد. در واقع شهید شد. برای همین میریم چنکاله. اونجا قهرمانایی مثل بابامو زیارت میکنی. اینطوری تو هم یکم استراحت میکنی ماما. راستش مامانی باید این گردشمونو یکم به تأخیر بندازی، چون دکترو میخوان کمر تو رو خوب کنن عزیزم. واقعا؟ آره؟ دیگه کمرم درد نمیگیره. برنامه‌مون این. به اندازه یه فرمانده احساس قدرت میکنم، حتی میتونم تو رو بلند کنم. خیلی خوب، خیلی خوب. باشه بیا اول خوب شو، بعد بیا اینجا ببینم. خوب میشم آخ جون. دوستم اول خوب شو بعد بپر رو هوا. باشه عزیز دلم. دکتر باید برین اتاق آقای جان. بریم ببینیم. میبینم جوون. خیلی خوشحالم مامان. منم مثل بچه های دیگه میشم، میتونم بازی کنم. خیلی خوشحالم مامان، خیلی خوشحالم. آفرین پسرم، البته که اینطوری میشه. پس میخواین باز پزشک بشین؟ اونم بعد از این همه سال؟ بله، مخصوصا بعد از این اتفاقای اخیر این تصمیمو گرفتم. بله، من بچه ها و معلمی رو خیلی دوست دارم، اما فهمیدم جایی که بهش تعلق دارم بیمارستانه. شاید جمله یک کلیشه‌ای باشه، اما چرا بیمارستان ما؟ چون اینجا دکترای توانمندی هستن، مخصوصا علی آصف. باز اسم تو اومد علی آصف. جراحی که کسی جرأتشو نداشت انجامش بده رو با موفقیت انجام داد. من دلم میخواد مثل سابق کنار هم کار کنیم. شما از کجا همدیگر رو میشناسیم؟ علی آصف همسر سابق منه. همسر سابقتونه؟ علی آصف همسر سابقتونه؟ بله. خیلی تصادف عجیبیه مگه نه؟ اینکه همسر سابقم شوهرمو جراحی کرده، میدونم یکم عجیبه. نه خیلی هم خوبه. استخدام شدی نزد خانم. کار کردن با شما تو این بیمارستان باعث افتخاره. برای منم این همکاری باعث افتخاره دکتر. ممنونم. فعلا با اجازه شما من مرخص میشم. خدا نگهدار. به امید دیدار. سینان خان، از نگهبانی بیمارستان خبر دادم. پدر ملده خانم ماجد خان تشریف آوردن. باشه، الان رسیدگی میکنم.
با من کار داشتین؟ مشکلی هست جای درد میکنه؟ تو؟ من؟ آره تو. بزرگترین مشکل من تویی علی آصف. هرچند فقط امروز نیست، تو کل دوران ازدواجم، حتی بذار درستش کنم، از روزی که نازلی رو شناختم بزرگترین مشکل من تو بودی. آره جهان، ازت خواهش میکنم لطفاً دیگه نه من و نه پرستارا رو با این جور مسخره بازی ها درگیر نکن. حتی خودت هم درگیر نشو. تو یه عمل خیلی خطرناک و گذروندی، انگار متوجه نیستی. علی یوسف، خبر جدید رو شنیدی؟ نازلی به شغل پزشکی برگشته، گفت که یه مصاحبه کاری داره. میتونم حدس بزنم چه کاریه؟ همونطور که میتونم حدس بزنم که چرا یه خانوم معلم که اینقدر بچه هاشو دوست داره شغلشو رها میکنه. ببین، داره یه اتفاقایی میفته و تو اینو میدونی. نکنه با همین نقشه رو کشیدی. منم که اصلا آدمی نیستم که بتونم کاری بکنم، مگه نه؟ جان، تو مریض منی و منم دکترتم، فقط همین. من با همسرت کاری ندارم. بهت گفته بودم اما انگار نفهمیدی. الان یه بار دیگه برای آخرین بار بهت میگم، من نامزد دارم، به زودی ازدواج میکنم، فهمیدی؟ منو قاطی مسائل شخصی خودتون نکنید. من سال هاست که دارم تلاش میکنم تو رو قاطی این مسائل نکنم علی یوسف. سال هاست. چرا فیلم برداری نمی کنین؟ مشکلی هست؟ سلیم خان گفتن یکم استراحت کنیم. این عالیه، خوبه. آزمایش ها مشکلی ندارن، تصمیم به درستی گرفتی. راستی این عشاق به هم چسبیده چطور شدن؟ دکتر، صبح اولین کارم این بود که تاکتیک شما رو پیاده کنم. جداشون کردم، فرستادمشون رفتن. به نظر نمیاد دختره بیخیال شه. امیدوارم دیوونگی دیگه ازش سر نزنه. امیدوارم دکتر. امیدوارم باز خونه مروه نمونه. به اکیپ گفتی استراحت کنن؟ آره، بذار یکم استراحت کنن. همش جلوی مردم دوربین میگیریم و بعضیا خیلی خوششون نمیاد. پدر ملدا اومده. ها، با اجازتون دکتر. باید باهاش حرف بزنی. نفهمیدم چرا گفتین بیاد. چون این کارا رو من خوب میدونم، با گریه همیشه بیشتر فروخته میشه. سینان خان، ببینید، من این فیلمو برای فروختن چیزی نساختم. من دنبال ریتینگ و اینجور چیزام نیستم. یه لحظه صبر کنیم ببینم، یعنی تزیین آسانسور کار آل بود اما ایلول حالش رو برد. ها؟ آره دقیقا همینطوره. چی بگم عزیزم، شانسته دیگه، همه چی به نفع ایلول شد. خب چی کار کنم، بعد از 100 سال یه بارم شانس با من یار بود، منم نتونستم چیزی بگم. جان دوستم، یه چیزی بهت نگفتم، اما یه پیشنهاد ازدواج با این بدهکاری. ببین منم اسم خانم، میگم نکنه یه وقت این آل با خودش فکر کنه هر بار میام پیشنهاد ازدواج بدم بعد شانسی میارم، یه وقت بیخیال نشه. اینطوری میگی؟ راست میگی. شده در استدیو جم. آره به نظرم اونو تنها نذار، وگرنه ممکنه. ممکنه چی؟ بیخیال میشه؟ من اینا رو کجا میبری؟ اینو میبرم برای آل. من میرم. باشه، میبوسمتون. فعلا. تو هم چرا علکی به بیچاره استرس میدی؟ عجب آدمی هستی. تو هم عجب آدمی هستی یا عزیزم. این بیخیالی تو آخرش منو میکشه. اصلا درد نمیکنه. یعنی تو جدی داشتی میگفتی؟ ماجد خان، بابای یکی از کارمندای خدا بیامرزمون یعنی ملدا خانم هستن. تو اون اتفاق ما هر دو بچه هامون از دست دادیم. تو این کشور هیچ کس نمیدونه به دکتر و کسایی که تو بیمارستان کار میکنن چقدر ظلم میشه.
همش حرف بی خود. یه نفر نیست بگه تقصیر ماست. اگه نمیتونین مراقب باشین بیمارستان باز نکنین. دختر من مرد. یه نفر با اسلحه وارد بیمارستان شده و مردمو به گلوله بسته. دخترمو نتونستین توی بیمارستان نجات بدین. فقط اون جوان مقصره. چی داری میگی؟ خب دوستان کات کنین. یکم بهمون وقت بدین. معلومه ماجد خان هنوزم آروم نشدن. بفرمایید. انگار تو دیگه آروم شدی. ماجد خان قرارمون اینطوری نبود. هدف ما از این فیلم برداری یه چیز دیگه است. خوب میدونم هدفتون چیه. نگران نباشین، 30 سال معلم شیمی ما هنوز مغزم خوب کار میکنه. اسمو داری چی کار میکنی؟ هیچی، یه چیزایی برات حاضر کردم. زیاد مهم نیست. اما اینه ضرر داره. ضرر؟ بله، این کارا تو اتاق بیمارستان ممنوعه. ای بابا، این کارای عجیب غریب چیه دیگه؟ منو ببینان، این تویی که بعد از عمل رفتارت عجیب غریب شده. من فقط یه چیزایی حاضر کردم. مشکلت چیه؟ از وقتی که عمل شدم فقط دارم سرزنش میشنوم، شاید به خاطر اونه. از وقتی از اتاق عمل اومدی بیرون یه چیزایی یادت نمیاد. ببین منوال، بدون اینکه حرفو بپیچونی و بدون ایما و کنایه همه چی رو کراس بگو. چی شده؟ در مورد پیشنهاد فکر کنم ما داریم یک کم عجله میکنیم برای ازدواج اسمو. عجله میکنیم؟ پیشنهاد دادی، منم قبول کردم، تموم شد رفت پی کارش. نکنه تو جا زدی و داری این حرفا رو میزنی؟ نه البته که جا نزدادم اسمو. گفتم شاید یک کم زمان برای هر دوتامون. چیزی که باید رو فهمیدم. اول فراموش کردی، بعد عقب انداختی. بهونه دیگه هم داری؟ ها؟ کس دیگه یه دوست داری؟ آره بگو. البته که نه. آره بگو. بگو تو چشاتو درارم. شنیدی؟ این چه حرفیه میزنی اسمو؟ آروم باش. نمیتونم آروم باشم. بهونه جو، دروغگو، دغلکار، ریاکار. نگفت نرو دنبالم هم نیومد. ما چی شدیم؟ جان به تو زنگ زد؟ چه جاله؟ باشه جونم، بذار هر طور دوست داره فکر کنه. نه مامان، دلیل دیگه ای نداره. دارم برمیگردم سر کار قبلی. مگه تو اینو نمیخواستی؟ باشه باشه، بعدم باید حرف میزنم. فعلا کار دارم. فعلا خداحافظ. سلام، یه خبر خوب برات دارم. به پزشکی برمیگردم مثل همون موقع ها. بازم با هم هستیم. چی شده؟ انگار اصلا خوشحال نشدی. به خاطر منه؟ من منظور چی؟ به خاطر من این تصمیم رو گرفتی؟ نه خیر، معلومه که نه. اینو از کجا در آوردی؟ از کجا در آوردم؟ ببین نازلی، همکاریم، بهت احترام میذارم، اما خیلی وقت داری تدریس میکنی، درسته؟ بعد از سالها همدیگر اینجا میبینیم. همسرت که داری ازش طلاق میگیری و من جراحی میکنم و تو داری میگی هیچ ارتباطی به من نداره و میخوای برگردی سر کار سابقت و دوباره کارتو شروع کنی. دقیقا. این که من دارم برمیگردم سر کارم چرا تو رو اینقدر ناراحت کرده؟ نکنه میترسی ذهنتو به هم بریزم؟ خودت این حرفی رو که میزنی باور میکنی؟ خوبه، منم همین فکر رو میکردم.
دنبالش. تومار بزرگ شده. خیلی ممنون. چی گفتی؟ خودم میدونم چمه. تو بیمارستان قبلی که رفته بودی وقتی دکترها داشتن با هم حرف میزدن شنیدم. مادرت میدونه که تو میدونی؟ نه، اگه بدونه خیلی قصه. اما باید بدونه، چون اگه بعدن بفهمه خیلی بیشتر قصه میخوره. میخوای من بهش بگم؟ نه. مامانم شبا میره تو دستشویی و گریه میکنه، فکر میکنه من نمیشنوم، اما من میشنوم که گریه میکنه. صبح فکر میکنه من خوابم، اما من با صدای گریه اون بیدار میشم. نمیتونی بهش بگی. مامانم همیشه گریه میکنه، همیشه. اما باید بدونه. نه، تنها چیزی که خوشحالش میکنه اینه که فکر میکنه من نمیدونم چمه. وقتی فکر میکنه من خوشحالم، اونم خوشحال میشه. بهش نگو تو رو خدا. باشه، بهش نمیگم. قول بده. قول میدم. به نظرت من میمیرم؟ من دکتر علی‌یوسف رو خیلی وقته که میشناسم. اون بهترین دکتریه که تا حال تو عمرم دیدم. یعنی میتونه خوبم کنه؟ هیچ وقت ندیدم تسلیم بشه. پس زنده میمونم. نمیمیرم مگه نه؟ نمیمیرم. آخ جان، بیا من ببرمت. آبجی، باید با هم دیگه حرف بزنیم. این نازلیه هست و اصلا ازش خوشم نمیاد. دختر خیلی خطرناکیه. مطمئنم این که شوهر داره همش بهونه است عزیزم. هنوز چشمش دنبال علی‌یوسفه. ایپک ببین، اینجا بیمارستانه و ما فقط باید کارمونو انجام بدیم. در ضمن من از حدس و گمان خوشم نمیاد. تو هم ولش کن. اگه نمیتونی لطفاً به من چیزی نگو. همه چیو میدونی، اما اصلا نمیدونی یه رابطه چطور شروع میشه. وداد، چون تو دوست داری با عسل درست کردم. وا، این دیگه چیه؟ وداد، این چیه؟ چطور میتونی مغازه رو بفروشی؟ از کجا میخوای نون در بیاری؟ چطور زندگی کنی؟ فکر میکنی اگه اینجا رو نفروشیم شکمت پیر میشه؟ اصلا کسی پاشو میذاره تو مغازمون؟ نفروشمش پس چی کار کنم؟ ول کن بابا، اون بی‌ادبا رو فراموش کن، اصلا نیان اینجا. اون بی‌آبروها فقط خودشونو میبینن. یعنی یه غیبت کوچیک و ندونسته به یه همچین دعوای محله‌ای تبدیل کردن. نامردا میخوان ما رو اذیت کنن. تو این محله دیگه نمیتونیم سر بلند کنیم. میفروشیم و یه جای دیگه میریم. یه جای دیگه؟ پس من چی؟ میخوای منو بذاری اینجا بمونم؟ من هیچ وقت تو رو تنها نمیذارم وداد. من تنهایی چی کار کنم وداد؟ ولم کن. تو رو ول کنم اینجا تو آبرومو بیشتر بره؟ به خاطر تو از اینجا میریم. با هم میریم. وای خدا، یه لحظه فکر کردم واقعا میخواد منو تنها بذاره. باز ترسیدی نسری. بداد، بذار بیام کمکت کنم. آره خب، آره، من منتظر بودم ببینم خانم کی میخواد خودشو نشون بده. تو چی میگی سمت؟ ببین ایپه کردم، اصلا با من بحث نکن. این بیمار مال منه. دارم کمکت میکنم، اینم جایی تشکرته. من دیگه گول اون تشکراتو نمیخورم. نقشات رو شده. گفتم این بیمار منه. دو دو تا چهار.
بله؟ چی؟ همین الان باید بیام آل؟ باشه الان میام، الان میام. واقعا که بعضی وقتا دو تا میشه پنج تا. الانم دقیقا همون موقع. خیلی بامزه بود. خیلی بامزه بود. گیری یه سری بچه افتادیم. اوفیا. در مورد امنیت بیمارستان تصمیم گرفتیم همه چی رو از اول شروع کنیم. اول از همه نواقصمون رو بررسی کردیم. بعد اون نواقص امنیتی رو برطرف کردیم. ما سعی میکنیم بیمارا و پزشکامون در امنیت کامل باشن. اینجا هم 24 ساعته میتونیم همه جای بیمارستان رو تحت نظر بگیریم. چی شد؟ چرا باز نمیشه پس؟ کیمسه بر مرده؟ در رو باز کنی؟ آسانسور خراب شده؟ کسی صدا ما میشنوه؟ ما اینجا گیر کردیم. آسانسور خراب شده، کسی صدا ما نمیشنوه؟ در رو باز کنیم، درو باز کنین، بازش کنین. کسی صدای منو نمیشنوه؟ کسی منو میبینه یا نه؟ درو باز کنین، منو بیارین بیرون. درو باز کنین، درو باز کنین. خب دوستان، همونطور که گفتم هدف ما یه کاریه که درصد خطاش صفر باشه. سینان خان، انگار یه مشکلی تو آسانسور به وجود اومده. ایپک خانم، صدامو میشنوی؟ تو رو خدا منو زود از اینجا خارج کنین، زود. ایپک خانم، الان داریم شما رو میبینیم، همه چی تحت کنترله، نگران نباشین. انگار شوکه شده سینم خان. منو میبینین یا نه؟ کسی صدامو میشنوه؟ منو از اینجا بیارین بیرون. ایپک خانم، خواهش میکنم آروم باشین، بیمار یه مشکلی داره، فورا اقدام کنین. اینجا نجات پیدا میکنیم. ما رو بیاریم بیرون، ما رو بیاریم بیرون. ایپک خانم، خواهش میکنم آروم باشین، زود اقدام کنین وگرنه بیمار رو از دست میدیم. نمیمیریم، نه، از اینجا نجات پیدا میکنیم. میریم بیرون، میریم، آره، نجات پیدا میکنیم. کسی صدامو میشنوه؟ بیا تو موویز. چیزی نمیشه، نجات پیدا میکنیم. بازم اون اتفاقا نمیفته، نجات پیدا میکنیم، نجات پیدا میکنیم. فوراً به سرویس فنی خبر بدین برن اونجا. چشم سینان خان. خب منم برم به اورژانس خبر بدم کمک بفرستن. ما هم اتفاق رو در محل وقوعش تماشا میکنیم. مراقب باشین، اینجا بیمارستان آقا. ببخشید دکتر، دکتر ایپک به همراه یه بیمار تو آسانسور گیر کردن، واسه همین عجله میکنه. ایپک؟ دوتامون نجات پیدا میکنیم، نجات پیدا میکنیم. اینجا نمیمیریم، ما رو نجات میدن. پسرم، مامان، اینجا هم بریم؟ میریم پسر گلم، اینجا میریم، همه جا میریم. برای جراحی آماده ایم، اما من یه چند دقیقه دیگه بهتون وقت میدم. نه، نیازی نیست، ما هم حاضریم. این همه مدت منتظر این لحظه بودیم، مگه نه پسرم؟ آره، دیگه کمر درد نخواهم داشت. قربونت برم، عزیز دلم، خوب میشی باشه. مامان تو رو خدا، تو هم گریه نکن. میگن داداش علی آصف بهترین دکتره. آبجی ایلول هم قول داد که حالم خوب میشه. من گریه نمی کنم، این عشق شوق پسرم، عزیز دلم، پسر خوب.
خوشگلم. ایپک صدامو میشنوی؟ ایپک، ایپک جواب بده، حال بیمار چطوره؟ ما رو نجات میدم، از اینجا میریم بیرون. زود باشین در رو باز کنیم. ایپک عزیزم، من اینجا هم کنارتم. از اینجا نجات پیدا میکنیم، نجات پیدا میکنیم، اینجا نمیمیریم. ایپک ببین، من اینجا هم عزیزم کنارتم. صدامو میشنوی؟ نباید به ترسی پک، من اینجا. نباید به ترسی پک. اوضاع چطوره؟ نجات پیدا میکنیم، اینجا نمیمیریم. ایپک وضعیت بیمار خوب نیست، باید بلند شو یه کاری بکنی. میشنوی؟ باید بلند شو یه کاری بکنی. میشنوی ایپک؟ حال بیمار خوب نیست، باید بهش ماساژ قلبی بدی. کسی صدامو نمیشنوه؟ کمکم کنی، یکی اینجاست، یه نفر اینجاست. ایپک، دکتری پک کردم، بیمار داره میمیره، زود باش ماساژ قلبو شروع کن. خوبه، همینجوری ادامه بده. سیستم عالی که گفتین اینه؟ همینجوری ادامه بده. عالی، آفرین. زود من از اینجا بیاریم بیرون، فوراً. میای بیرون، نگران نباش، حواست به بیمار باشه. ایپک نگران نباش، بچه ها اینجا نجاتت میدن. ایاز، ایاز، من از اینجا بیار بیرون. همونطور که فکر میکردم تومور با رگای عصبی زیادی دارد. اگه به سرخ رگ مهره دست بزنیم همیشه باید به دستگاه تنفسی وصل باشیم. پس از بطنای طرفی وارد بشی. میپرسی یا میگی؟ میگم. میتونیم رگای بزرگ رو به حرکت در بیاریم، اینطوری از دو طرف به تومور دسترسی خواهیم داشت. میشه اینجا رو تمیز کنی؟ آفرین، چه خبره؟ ایپک، ایپک میشنوی؟ نه ترس، ما اینجای میپک. کافیه دیگه، تموم شد. شنیدی؟ بچه ها ردیفش میکنن، تو ولش کن، ولش کن، ولش کن، الان قفسه سینه‌شو میشکنی. ولش کن دیگه. دوبله شده در استدیو جری. بیمارو بیارین، بیارینش بیرون. خدایا آروم باش عزیزم، آروم باش. تموم شد، تموم شد، تموم شد عزیزم، تموم شد، نترس. اومدیم بیرون، میبینی بیرونی. باید چی کار کنیم؟ نفس میکشیم، نفس بکش آفرین. آدم ها دوست دارن تو زندگیشون یه قهرمان داشته باشن و میخوان علی‌رغم همه مشکلات باور کنن یه آدم خاص معجزه هایی براشون میکنه. اعتماد به این باعث میشه که احساس بهتری داشته باشن. اما ما حقیقت رو میدونیم، هیچ کدوممون قدرت های خارق العاده ای نداریم، فقط به شغلمون ایمان داریم. برای این معجزه و پیدا کردن راه چاره برای دردهای مردم هر روز تلاش میکنیم و به این ایمان داریم. ما تو این بیمارستان وحشتناکترین اتفاقها رو تجربه کردیم، زخمهامون رو مرهم کردیم و خوب شدیم. الانم تو بیمارستان بهارتونج منتظر کسایی هستیم که دنبال معجزه میگردن. یه سوال دیگه آقای سینان، مهمترین تجربه شما بعد از اون اتفاقه تخت تو بیمارستان چیه؟ برای اینکه قهرمان بشی باید تاوان بدی.
خیلی خوب بود سینا خان، ممنونم. منم از شما ممنونم. کی میتونم فیلمو بگیرم؟ خیلی فاصله مونتاژ رو تموم میکنم و بهتون خبر میدم. باشه، ممنونم. با امید دیدار. خداحافظ. یه نمایش در حد اسکار داشتی، آفرین. استادم تویی، اگه خوبم به لطف شماست. تو اینطوری خودتو قهرمان اعلام کردی؟ خیلی کنجکاوم یه چیزی رو بدونم، تو این بیمارستان چی کار کردی که این حسو داری؟ حداقل یه کاری میکنم که این بیمارستان یه قدم رو به جلو برداره. مثل تو در جا نمیزنم بابا. آره آره، هیچ وقت انقدر مطمئن نباش پسرم. معلوم نیست آدم کی و کجا چند قدم به جلو عقب بر میداره. راستی، حالا که جبهمون از هم جدا شده، فکر کنم وقتش رسیده که حساب بانکی و خونمونم از هم جدا کنیم. بهتره یه جایی برای خودت پیدا کنی. یعنی چی نمیشه کاریش کرد؟ حتما باید یه راهی باشه. ستون فقراتو باز کنیم و راه دیگه پیدا کنیم، شاید بتونیم به اون تومور دسترسی پیدا کنیم. اون موقع به شاهرگی که ستون فقرات ازش تغذیه میکنه آسیب بزنیم و اگه آسیب بزنیم فلج میشه و تا 3 ماه دیگه میمیره. اگه از آورد جدا کنیم چی؟ وارد شوک میشه و بازم میمیره. باشه، پس ما هم یه رگی رو جدا میکنیم که از تومور تغذیه نمیکنه. متاسفانه باز میمیره. میشه این حرفو تکرار نکنی؟ فقط یه راه داریم، اونم اینه که بیمار رو بخیه بزنیم. من به این بچه قول دادم که نجاتش میدیم، اما تو حتی تلاش هم نمی کنی. ساعت هاست که داریم تلاش میکنیم. تو هم میدونی همه ی راه های این عمل منتهی به مرگ میشه. راه دیگه ای نداریم، مجبوریم بیمار رو بخیه بزنیم. لااقل چند ماه میتونه زنده بمونه. این اون علی یوسفی نیست که من میشناختم. خیلی زود تسلیم شدی، گفتی هر کاری میکنی، لطفا دوباره تلاش کن. میشه به هم جل بدی؟ علی گفتم لطفا. کریم از تومارش خبر داره، اینو میدونسته اما به مادرش نگفته. لطفا، من بهش گفتم تو بهترینی، گفتم نجاتش میدی، خواهش میکنم. ایلو چطور میتونی همچین چیزی رو بگی؟ من چیزی که باور داشتم و گفتم. بیمار رو بخیه بزن. خسته نباشی. یواش یواش یواش. این که ماجد خانه؟ وضعیتش چطوره؟ بیماری سردرد شدید داشته، خطای دید و حالا تهوع هم داره. همه جا تاریکه، تو رو خدا کمک کنی، تو رو خدا. میگه دستاشو حس نمی کنه. حالم خیلی بده، خیلی.
ایشون بابای ملدا خانومه، امروز اینجا بود، یعنی ملدای خدا بیامرز. پرستو روزگل، الان وقتی این حرفاست، میشه لطفا دکتر ایلول رو صدا کنی؟ باشه دکتر. زود باشیم ببریمش اورژانس. یواش یواش. وایسا وایسا. من کیف داشتم، کیفم کجاست؟ فکر کنم تو آمبولانس مونده. من برم الان بیارم. برو بیارش، برو. مراقب باشی، مراقب باشی. آروم. به خاطر خوشبختی اون بچه باید به اون 5% احتمال دل می‌بستی. تو میتونستی این کارو بکنی. من فقط می‌خواستم یه کاری برای اون بچه بکنم. منم خواستم. اما نمیتونستی. پس مجبوری خودت به کریم بگی. بگی که 3 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. گفتی خودش میدونه. نه، تو اصلا گوش ندادی. فقط میدونه تومور داره. فکر کرد اگه عمل بشه حالش خوب میشه. پس بذاریم همینطوری فکر کنه. قبلا این کارو کردی؟ به اون بچه گفتی؟ آره گفتیم، اما اون شرایطش فرق داشت. الان مادرش نمیخواد بچهش بدونه. کاری از دست ما بر نمیاد ایلول. بعضی وقتا نمیشه دیگه. بله باشه، الان میام. از اورژانس زنگ زدم. خوبه دیگه، بهش فکر نکن، تموم شد. سعی کن یه چیزی بخوری، معلومه که قند خونت افتاده. نمیتونم اون اتفاق رو فراموش کنم، این که چطوری تو اون صندوق داشتم خفه میشدم، این که منتظر مرگ بودم، اون داد و بیدادام. ببین منون، برای این که فراموشش کنی هر کاری لازم باشه میکنیم، شنیدی؟ با همین کارو میکنیم. درسته خیلی وقت نیست که با هم آشنا شدیم، اما وقتی تو چشات نگاه میکنم حس میکنم تو رو سال هاست که میشناسم دیبک، و مطمئنم که به راحتی فراموشش میکنی. میدونم اما اول یکم استراحت کن، به چیزی هم فکر نکن. نرو. میشه تو وقتی میخوابم کنارم بمونی؟ با کمال میل. بچه ها این کیف ها از اینجا بردارین، جلوی در مونده. وایسا تو طرف ندیده، من برمیدارم. سلام. سلام دکتر، ماجد خان پدر ملدا خانم خدا بیامرز هستن. غم آخرتون باشه. ممنونم.
فشارش چنده؟ فشارش 14/8، ساتوراسیون 95. دارویی دارین که مدام ازش استفاده کنی؟ برای اینکه زندگیمو ادامه بدم بله. صبح دخترمو فرستادم سر کار، شب جنازه‌شو گرفتم. آرام بخش میخورم تا بتونم سر پا بمونم. همین دیگه؟ قرص فشارم میخورم. باشه. ببینم علائم بیماریتون با سردرد شروع شده؟ آره یه سردرد شدید. تا حالا اینقدر حالم بد نشده. فهمیدم. خیلی خوب ماجد خان، ما یه سیتی اسکن ازتون میگیریم، بعدش هم اگه نیاز بود ازتون آزمایش میگیریم. بلا به دور باشه. پرستار روزگل میشه لطفا ویلچر بیارین؟ چشم دکتر. یواش مراقب باشین، آروم. یواش خانم پرستار کمک کنین لطفا. بیا. وقت داری؟ نه متاسفانه، چند تا بیمار دارم که باید مرخصشون کنم. بیا بریم. ما داریم میریم. راستش اشتباه گفتم، بهتره بگم جان داره میره. میخواد بره و تو این بیمارستان نمیمونه. میفهمم. علی آصف، من ازت خیلی ممنونم. تو جانو نجات دادی، باعث شدی منم صفحه یه تازه تو زندگیم باز کنم. خیلی ممنونم. کارای لازم برای انتقال به بیمارستان جدید انجام دادیم؟ آره معلومه، سینان خان دارم بررسی میکنم. خوبه، امیدوارم زود خوب بشه. علی آصف، میدونستم که این جراحی خیلی برات سخت خواهد بود، اما میدونستم که کسی جز تو نمیتونه این عملو انجام بده. بازم اشتباه نکردم. ممنونم. تو داری چی کار میکنی؟ همش یه عادت قدیمی بود، خیلی بهش گیر ندیم. یعنی چی گیر ندیم نازلی؟ دیگه هیچ وقت از این کارهای مسخره نکن، فهمیدی؟ به هیچ وقت. باشه، فقط یه بوسه معصومانه بود، اونقدر بزرگش نکن. معصومانه؟ من یه زن معصوم دارم که عاشقشم، میفهمی؟ فهمید. تو چرا اینقدر اینو تکرار میکنی؟ ببین، نمیدونم چی تو ذهنت میگذره، اما امکان نداره ما باز کنار هم باشیم. اینو یادت نره. تو به هم یاد دادی که چیزی به اسم غیر ممکن وجود نداره. از این به بعد هم فکر نکنم بتونم چیز دیگه یو باور کنم. باشه من الان میام. این چی کار داره میکنه؟ دکتر میدونین من جز شما کسی رو ندارم. این بیمارستان خونه ی منه. دکتر میدونید من آل؟ سلام دکتر. سلام، چی شده؟ اینجا چی کار میکنی؟ دکتر میدونید من جز شما کسی رو ندارم. این بیمارستان خونه ی منه، شما هم عضوی از خانواده من هستی. دکتر ایلول، دکتر ایاز، شما تو هم برای ما همینطوری. ما یه خانواده بزرگی. من میگم میشه ما اینو رسمی کنیم؟ عنوانی، نسبیتی؟ نسبت؟ چطور ممکنه؟ یعنی دکتر میگم میشه بابای من بشین؟ بابا؟ ببخشید دکتر. بله سمن چه فامیلی؟ من که فامیلی ندارم. باشه الان میام. باشه چی شده؟ نمیدونم دکتر.
میگه یکی از فامیلات اومده، زود بیا. خب بیا بریم یه نگاهی بندازیم. باشه. چی اومده سمت؟ فامیل من کیه؟ سمت بیمار کیه؟ دکتر سمت میگم کی اومده؟ بگو دیگه. حتما اون مامان بازیگره چیزی شده. بیاییم بریم. آلپ بیمار چشه؟ نمیدونم دکتر، اما الان میفهمم. برو ببین. اسما، اسما، سمت، اسما چشه، سمت نبز داره، نفس میکشه. اسما، عشقم، چشتو باز کن. اسما چی شده؟ اسما چشتو باز کن. دکتر عیاض چرا وایسادی؟ دکتر کمک کنید. دکتر عیاض لطفا کمک کنید. سمت، دکتر علی، دکتر علیاسف، چرا همتون وایسادین؟ یکیتون کمک کنه. چرا ساکتین؟ چرا هیچ کدومتون کمک نمی کنه؟ یکیتون یه چیزی بگه. همه تو ساکتین، هیچی نمیگین. چی شده؟ اسما چشاتو باز کن عزیزم، چشاتو باز کن عزیزم. نظر چی جفت عروسی رو با هم بگیریم؟ اینو نمیدونم، ولی جفتتون باید بیاید مارماریس دختر بگیرید. بیمارستانو به هم ریختی، نمایش اینجا کردی، نوازنده آوردی. نخواستم بیشتر از این وقت رو تلف کنم. پس یه بار دیگه. آره شنیدی؟ شنیدیم دیگه، مگه نه؟ آره منم شاهدم. شنیدیم مگه نه؟ خوشبخت باشیم، مبارک باشه. مبارک باشه. هاپ هاپ. اسما جون عالی بود، دست دقیق. آل پسرم، به دوتاتونم تبریک میگم. اما باید این برنامه رو تموم کنیم مگه نه؟ همه برید سر کارتون.
بابا زود باشین. ای بابا نداریم، زود باشین دیگه. ممنونم حال. تو اتاق کریم میبینم. باشه بابای ملتا اینجاست، بسار باز معاینش کنم. باشه تو رو خدا اینا رو بدون، دنیا اینه خیالشون هم چه خوبه دکتر، عشق دیگه. البته شما بهتر اینو میدونیم، فقط من هیچی ازش نمیفهمم. ببخشید دکتر، نتایج آزمایش ماجد خوب؟ همه چی خوبه. خودش کجاست؟ خودش نیست؟ بگذاریم، یعنی چیزش نیست، اما باز تو پیداش کن بهم خبر بده. چشم دکتر. خاطر مردا سلام. سلام ماجد خان. اتاق سینان خان کجاست؟ خودتون رو خسته نکنین، بگین من بهشون نه میکن. من باید خودش رو ببینم. هر جور راحتین، طبقه 15. ممنون. چه خبرها دوست من؟ بگو ببینم حالت چطوره؟ عالیه. خوبه؟ چون عملت خوب بود خیلی زود خوب میشی، مگه نه؟ ممنونم آقای دکتر، به من و پسرم دنیا رو دادی. این چیز خوبیه؟ یعنی این که عملم خوب بوده؟ عالیه. پس میتونیم بریم چنکاری؟ هر وقت بخوای. نتونستین خوب انجام بدی؟ چی رو؟ آخه گفته بودین که بعد از عملم چند هفته باید اینجا بمونم. آره گفته بودم، اما بعضی وقتا تو عمل همه چی عوض میشه، برای همین نیازی نیست این مدت اینجا بمونی. دیگه میتونی با مادرت بری چانکانه یا جاهای دیگه. مامان تو هم دیگه ناراحت نش، نیازی نیست پنهونش کنی، دیگه نیاز نیست نگران من باشی، دیگه گری هم نکن، فکرش رو بکن. من میخوام پیش بابام باشم تو بهش، یکم هم با اون حرف بزنم. آبجی ایلون تو هم ناراحت نباش، همین که نیم ساعتم فکر کردم حالم خوب میشه، حس خوبی بهم داد. این بی‌عدالتی
میدونم. یه معجزه میخوام علی، نه به خاطر خودم، به خاطر اون. کاش میتونستم کاری بکنم. نمیتونی، تو رو خدا، تو رو خدا. وای نمیدونم اگه شما رو پیدا نمیکردم باید چی کار میکردم. همسرم دکتره، الانم تو اتاق عمله. من منتظر میموندم، مشکلی نداره، اما خریدم خراب میشه. از این اتفاقا پیش میاد خانوم. کلیدا رو عوض کنم؟ نه نه نیازی نیست، بذارین من پولتون رو بدم. خانوم من پول خورد ندارم. نه نیازی نیست، بقیهش مال خودتون. تو این ترافیک زحمت کشیدین تا اینجا. خیلی ممنون خانوم. نیازی هست که کارت شناسایی چیزی براتون بیارم که نشون بدم صاحب خونه؟ نه خانم این چه حرفیه؟ نفرمایید. هر وقت کاری داشتین زنگ بزنید. ممنونم. شب بخیر. خسته نباشی. اصلا عوض نشدی، همون علی آصف با سلیقه هستی. پدر شوهر عزیزم، قسمت نبود دوباره همدیگر رو ببینیم، اما نگران نباش، من نمیذارم فراموش بشی. دیگه همه چیز شروع شد. ماجد خان. سینان خان، منم دنبال شما بودم. خیر باشه ماجد خان، این وقت شب اینجا چی کار دارین؟ صبح یکم بد رفتار کردم، فکر کنم یادآوری اتفاقات این بیمارستان برام خوب نبود، یکم حالم بد شد چه اومدم اورژانس. نمیدونستم، برا به دور باشه. مهم نیست، گذشت. شبتون بخیر. با من چی کار داشتین؟ روی میزتون یه چیزی براتون گذاشتم، برای همین اومدم. چی گذاشتیم؟ بخونین میفهمین. خدا میدونه چه مزخرفاتی نوشته.
فقط با نوشتن میتونستم احساساتم و در مورد این بیمارستان بگم. نتونستم نمایش اجرا کنم و جلوی خودم رو بگیرم، چون من یه آدم معمولیم و بی ارزش که بلد نیستم فیلم بازی کنم. اما دخترم اینطوری نبود. دخترم که تو بیمارستان شما جونش رو از دست داد با ارزش ترین کسم بود. شما این دنیا رو رو سرم خراب کردیم. بدتر این که اصلا عذاب وجدانم نداشتیم. همه خوشحالن، انگار همه چی رو به راه و دارن زندگیشونو میکنن، در حالی که دختر من زیر یه مشت خاکه. تنها جرمش این بود که به شما و بیمارستانتون دل بست. میدونین تخت‌ترین قسمتش چیه؟ اینه که آدمایی رو ببینم که باعث مرگ اون شدن و طوری رفتار کنن که انگار اتفاقی نیفتاده. در ضمن هیچ کدوم مجازات نشدن، نه شما و نه کس دیگه. من اینو همیشه از یه گوشه تماشا کردم. پس این کجاست؟ پس کجاست؟ هیچ جا نیست. همه جا رو نگاه کردم، نکنه اینجاست. پس این یارو کجاست؟ چی کار میکنی سمت؟ دکتر، ماجد خان نیست، گم شده. ماجد خان؟ اما الان وقت تصفیه حسابه. ماجد خان کجا بودین؟ همه جا رو دنبالتون گشتم، حلال زاده اینا، تا اسمتون آوردم پیداتون شد. یه چیزی بود که باید به سینان خان میدادم. من آزمایشتون رو بررسی کردم، آزمایشتون خوب بود. شما میتونین داروهاتون رو بخورین، اصلا مشکلی نیست. اگه مشکلی پیش اومد بیاین پیش خودم. باشه باشه باشه، میام. باشه، کسی هست شما رو برسونه؟ نه نه، من خودم میام. خیلی خوب، پس شب بخیر. خدافظ دکتر. شما چرا دارین میاین؟ منم داشتم میرفتم، شما رو میرسونم. خانم دکتر، گفتم که نیازی نیست. نمیشه، اعتراض قبول نمی کنم. دیگه نوبت منه. همونطور که شما دنیای منو خراب کردین، منم دنیای شما رو خراب میکنم. اون بیمارستانی که انقدر بهش افتخار میکنین و با خاک یکسان میکنم. نمیری؟ سینان؟ نمیشه. چی شده؟ دیوونه تو بیمارستان بوم گذاشته. چی؟ زود به پلیس زنگ بزن. چه خبره؟ بابای ملداد تو بیمارستان بمب گذاشته. فوراً باید پیداش کنیم. هممونو میکشه. بمب؟ چی دارین میگین؟ به پلیس خبر دادی؟ آره.
بلا به دور باشه. چطورین بچه ها؟ چه خبر ها؟ خوبیم دکتر، شما چطورین؟ منم خوبم ممنون. ببین بازم میشه بگین این کیف مال کیه؟ از صبح تا حالا جلو چشمم کیف اون مریضه که با آمبولانس آوردن، مال بابای ملده خانم. آه راست میگی، هی میگفت کیفم کیفم، اون که رفت. میدونی میدیم به نگهبانی؟ نه نه من الان بهش میرسم. دقیقا همونطور که تو دوست داری علی آصف. اون یارو کجاست؟ کجاست؟ کی؟ ماجدو میگم، اون عوضی کجاست؟ یکم پیش مرخص شدن. یعنی رفت؟ آره برگاهشو دکتر ایلول امضا کردن. مشکلی پیش اومده؟ یه مشکل بزرگ داریم، اون دیوونه تو بیمارستان بوم گذاشته. بوم؟ سینان آروم، بی خودی بیمارستانو به هم نریز. بی خودی؟ الان که بیمارستان رو سرمون خراب شد میبینی به هم ریختن یعنی چی؟ اما دکتر امکان نداره، مریض با آمبولانس اومد، یعنی نمیتونه چیزی با خودش آورده باشه، فقط یه کیف داشت. کیف؟ اون کیف کجاست؟ نمیدونم، همین جا بود، الان نیست، انگار یکی برداشته. بچه ها خوب بگردید، دنبال کیف هستیم. دکتر باشین، تو رو خدا باشین. پسر تو دیوونه شدی، اینجوری میپرن جلوی ماشین آخه. دکتر دیوونه نشدم، عقلم سر جاشه، اما ماجد خان کیفشو فراموش کرده بود، اون آوردن. ای خدا، به خاطر این چیزا خودتو به کشتن نرسم. چش دکتر، این کارو نمیکنم، قول میدم. بفرمایید. خوبین؟ خوبم خوبم. من رفتم. خدافظ دکتر، مراقب باشین. تو هم مراقب باش صمد، خدافظ. پسر صمد، امروزم گذشت، آفرین به تو. یه لامعجون باید بزنی، یه دوغم کنارش باشه. اوف. بزگل یکی رو با خودت ببر، برو سمت در. حال شما هم برید سمت بالکن. دوستان شما هم اون پشت رو بگردین، زود باشید. دنبال یک کیف خاکستری هستیم، با دقت بگردین. چیزی پیدا کردی؟ میران، میران بیا، بیا. همه دوربینای ورودی و خروجی بیمارستان رو کنترل کنیم. باید اون کیف رو فوراً پیدا کنیم. خوب بگردین، زود باشین. اون ور هیچی نیست. ها، صمد. دکتر اینجا چه خبره؟ دنبال یک کیف خاکستری میگردیم، ندیدیش؟ آه اون کیفه، چرا دیدم؟ کجا دیدیش؟ نگران نباشین دکتر، با دستای خودم کیفو تحویل دادم. به کی دادی؟ دادم به صاحب کیف دیگه، ماجد خان. اون روانی کجاست؟ الان بیمارستانه؟ نه دکتر، بیمارستان نیست، رفت. صمد چرا یه دفعه نمیگی طرف کجا رفت؟ با دکتر ایلول رفت. با ایلول؟ آره الان تو ماشین هم، قرار شد دکتر ایلول برسونتش. میران به مرکز بگو اون بمب تو بیمارستان نیست. باشه باشه دکتر.
دکتر چه خبره؟ جواب نمیده. آل؟ ای بابا، به خشکی شانس. فکر کنم آنتن نمیده. مرگ چه چیز عجیبیه مگه نه؟ البته شما خیلی زیاد میبینیم، اما ما آدمای معمولی اینجوری نیستیم. من مامان و بابام هنوز زنده. اصلا فکرشو نمی کردم مرگ دختر یه دونم رو ببینم. فوت ملده خانم برای هممون ناراحت کننده بود. واقعا؟ اون روز یه دوستای پلیس رو از دست دادیم. مریض شما همه رو کشتره؟ آره. پس شما هم برای اینکه راحت بخوابین قرص میخورین؟ آره؟ من بعضی وقتا چند روز نمیخوابم، همش به دخترم فکر میکنم. انقدر بهش فکر میکنم که بعضی وقتا میترسم دیوونه بشم. البته علت ترسمو نمیدونم. آدم وقتی عزیزاشو از دست میده یکم سخت میتونه هضمش کنه. از دست دادن خیلی سخت، اما به خاطر اون نیست. مرگ دخترم تو صفحه سوم روزنامه چاپ شد، یعنی ارزشش اینقدر بود. این بدتر این قسمتشه. بله علی. کجایی ایلو؟ تو ماشین هم. چی شده؟ بابای ملده خانوم پیشته؟ آره. ببین ایلو، ممکنه تو کیف اون یارو بمب باشه، باید فوراً ازش دور بشی. شنیدی چی گفتم؟ فوراً ازش دور شو، از ماشین پیاده شو. باشه؟ ایلول چی شد؟ شنیدی عزیزم؟ باید از ماشین پیاده شی، زود از اونجا دور شو، زود باش. چی شده؟ حالش خوبه؟ الو؟ الو؟ عزیزم یه چیزی بگو، از ماشین پیاده شو، بجم. علی ماجد کیف و ول کرد، فرار کرد. باشه، تو هم از ماشین پیاده شو، زود باش. زود باش پیاده شو و از اونجا دور شو، زود باش. باش باش باش. نیلور چرا هیچی نمیگی؟ زود باش. الو عزیزم، میشنوی چی میگم؟ میگم از ماشین پیاده شو، لطفاً پیاده شو. نمیتونم. الو ایلول، ایلول صدا تو نمیشنوم. ایلول، ایلول تو صدای منو میشنوی؟ زود باش دکتر ایلول، زود باش، زود باش. فکر کنم آنتن نمیده. الو ایلول، الو. نمیتونم علی. یعنی چی نمیتونم ایلول؟ میگم فوراً از اون ماشین پیاده شو، میگم فوراً از اونجا دور شو، زود باش، برو لطفاً. علی رو بم نوشته 5 دقیقه. اینا وقت ندارن فرار کنن. نمیتونم، نمیتونم بمبو اینجا بذارم، اگه بتره که همشون میمیرن. ایلول التماست میکنم از ماشین پیاده شو، پیاده شو، زود باش لطفاً. التماست میکنم پیاده شو، زود باش، از ماشین پیاده شو، دور شو، اونا رو از اونجا دور کن، به پلیس خبر بدید. ما هم خبر دادیم، زود باش لطفاً. علی وقت ندارم، وقت ندارم. ایلول التماس میکنم از اون ماشین پیاده شو، زود باش، یه چیزی بگو، بگو چه داری پیاده میشی لطفاً. ایلول
برای اینکه قهرمان بشی باید تاوان بدی. شاید تاوان این قهرمانی برای من خیلی سنگین.